اجاق رو روشن میکنم، حرارت متوسط رو به پایین. امروز میخوام بهتون یکی از روپا و سوسهای خوشمزهی که من در غذاهام استفاده میکنم و مادر بزرگم هم استفاده میکردن، به دلیل اینکه این یک روپ به اصیل آذری هستش که همیشه مادر بزرگم تو غذاهاش استفاده میکرد. ببینید، از این آلوهای درشت قرمز هستش که من به این صورت خورد کردم و این هم آلوچه سیاه هستش که طعمی ملس داره. حدود 8 تا از این آلوها دارم استفاده میکنم و یک پیمونه آلوی سیاه، 4 حبه سیر درشت هستش، یک عدد پیاز قرمز متوسط و اندازه 2 سانتی متر زنجبیل تازه هست که اینا رو اضافه میکنم به ظرف. زمانی که دلمه برگ مو رو آموزش میدادم، سس آلوی زرد رو دوستان عزیز میخواستن آموزش بدم که ویدیوشو براشون گذاشتم. این هم سس آلوی سیاه یا قرمز هستش. اندازه یک مشت زرشک تمیز و شسته شده بهش اضافه میکنم، یک مشت کافی هستش. اندازه نصف لیوان سرکه سیب اضافه میکنم و اندازه یک قاشق و نصفی شکر، بهتر از شکر قهوه‌ای، تا دو قاشق هم میتونید بهش اضافه کنید ولی من یک قاشق و نیم بهش شکر اضافه میکنم، به علاوه یک مقدار کمی نمک. اندازه نصف قاشق چای خوری کافیه. اینها رو با هم دیگه میکس میکنم. به به، عجب بو رایحه سیر و سرکه بلند شد. بدون اینکه بهشون آب اضافه کنم، با حرارت بسیار ملایم میذارم بپزه. درب ظرف رو هم با یه سیب بذارید. بسیار خوب، من یه سری به این روب آلو یا سس آلو بزنم ببینم چطوری شده. به به، عجب عطری داره، بسیار خوش عطر و خیلی هم خوشمزه است، بهتون قول میدم. آلوها کاملا پخته ببینید و خیلی نرم و لطیف شدن. الان ببینید من با پشت قاشق که آلوها رو به این صورت له میکنم، خیلی راحت له میشه. حدود یکی دو دقیقه دیگه من میذارم این آلوها بپزه، بعد با یه سین رو با میتونید از این بلندرهای دستی یا مخلوط کن مخلوطش کنید و بعد از صافی ردش کنید. بذارید من یک مقدار از این رو مزه کنم تا بهتون بگم طعمش چجوری، عطر و رایحش که حرف نداره. به به، چقدر خوشمزه است، بسیار لذیذه، مخصوصا عطر و رایحه زنجبیل با این آلو نمیدونی چه کرده، دقیقا یک طعم ملس و ترش و شیرین رو داره که به نظرم این رو حتما درست کنید، چرا که میخوام بهتون دستور یک سری از غذاهای آذری رو بدم که از غذاهای کهن کشورمونه و بسیار خوشمزه است. در دلمه برگ مو من از سس آلو استفاده کردم، البته اون آلوی زرد بود که ویدیوش رو هم براتون آپلود کردم. هی میپرسیدید که به چه صورت سس آلو یا رب آلو رو درست میکنن، این هم آلوی سیاه یا آلوی قرمز هستش که سسش رو به این صورت درست کردیم. خب حالا حرارت رو خاموش میکنم و میره برای پوره شدن. بسیار خوب دوستان عزیز، الان این آلوی پخته شده رو من با این بلندر دستی یا مخلوط کنه
دستی مخلوطش میکنم. دوستان عزیز به غلظت سس توجه کنید. ببینید بایستی به این صورت باشه. عزیزانی که میپرسن ما سس فلفل یا سس آلو رو درست کردیم ولی نمیدونیم چرا کپک زد، علتش حرارت اشتباه و زمان پخت اشتباه است. اگر غلظت سس شما تا این حد باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بسیار خوب دوستان عزیز، سس آلو یا رب آلو آماده شد. ببینید عزیزان از همون چند تا آلو ببینید چه سس خوش رنگ و خوش عطری رو من درست کردم. مزهش هم که حرف نداره. این دوتا ظرف سوسی هست که صاف شده، از صافی رد کردم. دوستان عزیز دقت کنید این سوس مثل حریره میمونه، مثل فرنی. ببینید چقدر غلیظه و خوب، طعمش هم که حرف نداره، عطر و رایحه بسیار خوبی هم داره. و این بخش هم که سوسی هست که من صاف کردم، زمانی که سس آلو رو صاف کردم این هم فیلتر شدهش هستش که اضافاتیه که مونده. این رو بیرون نریزید، اتفاقا خیلی هم خوشمزه است، هیچ ایرادی هم نداره. فقط یک مقدار راف هستش، یک مقدار دونه دونه هستش، چرا که ما سس رو صافش کردیم. با اجازتون من مزه کنم، آب دهنم را افتاده، انقدر این خوشمزه است. به به، بسیار خوشمزه است. دوستان عزیز اگر احیانا آلوی شما شیرین هست میتونید شکر رو نصف قاشق غذاخوری اضافه کنید، ولی اگر آلوی شما ترشه همون 1.5 قاشق غذاخوری کافیه. و در ضمن اندازه ها رو لطفاً به هم نزنید. زمانی که اندازه سرکه، شکر، آلو، مواد داخل این سس به هم میریزه روی طعمش هم تاثیر میذاره. در ابتدا خود این سس رو تهیه کنید، اگر خوشتون نیومد، خواستید کم شیرین باشه، پر شیرین باشه، هر طور که خودتون خواستید، اون موقع مواد رو عوض کنید. نه اینکه هنوز این سس رو درست نکرده میخواید موادش رو عوض کنید، همچین کاری رو نکنید، اشتباهه. بسیار خوشمزه است. دوستان عزیز این سس یا رب آلو رو تهیه کنید. میخوام بهتون یه غذای خوشمزه آذری و کهن آذری رو بهتون آموزش بدم که خیلی خیلی خوشمزه است. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدارتون.